سرخط خبر. تایید کنارگیری معمار تحریم‌ها از تیم آمریکا در مذاکرات برجام. وال استریت جورنال میگوید ریچارد نفیو خواهان مواضع سختگیرانه تری در برابر ایران بوده. اعلام همبستگی آمریکا و ناتو در قبال تهدیدهای روسیه علیه اوکراین. پنتاگون از آماده باشه 8500 نیروی نظامی خبر داد. آخرین روز از نشست جنجال برانگیز اسلو، طالبان و نمایندگان آمریکا و اروپا پشت درهای بسته درباره بحران افغانستان گفتگو می‌کنند. و جشن تولد جنجالی نخست وزیر بریتانیا در اوج محدودیت‌های کرونا. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. دولت آمریکا تایید کرده که ریچارد نفیو دیگر معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیست، اما همچنان به کار خود در وزارت خارجه این کشور ادامه می‌دهد. همزمان واشنگتن از مواضع تازه تهران درباره احتمال گفتگوی مستقیم دو طرف استقبال کرده. از سوی دیگر اما وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده مذاکرات برجام به بن‌بست خطرناکی نزدیک می‌شود. لیز تراس گفته ایران باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان رسیدن به توافق است یا آماده است که مسئولیت شکست مذاکرات را بپذیرد. فیروزه یکبریان گزارش می‌دهد. نشست خبری سخنگوی وزیر خارجه آمریکا و استقبال از سخنان طرف ایرانی درباره گفتگوهای هسته‌ای. ما آماده دیدار مستقیم هستیم. ما همیشه روی این موضوع تاکید کردیم که تعامل مستقیم با ایران هم در توافق هسته‌ای و هم موضوعات دیگر به مراتب مؤثرتره. این شامل مذاکرات دو جانبه و چند جانبه میشه. سخنان نت پرایس واکنشی است به این حرف‌های دیروز. اگر در روند مذاکرات به مرحله‌ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگو رو با آمریکایی‌ها داشته باشیم، این رو هم نادیده نخواهیم گرفت. اما با وجود چراغ سبز ایران برای گفتگوهای مستقیم، به نظر نمی‌رسد راه آسانی پیش رو باشد. در ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید شرایط باید مهیا باشد. تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها زمانی با روش‌های دیگر جایگزین می‌شود که توافق خوب در دسترس باشد. همزمان وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که ریچارد نفیو معاون رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران پستش را ترک کرده. کسی که از او به عنوان معمار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال‌های گذشته نام برده می‌شود. گفته شده او حدود 2 ماه بود که در مذاکرات غیر مستقیم حضور نداشت. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله مفصلی گفته ریچارد نفیو خواهان مواضع سختگیرانه‌تری در قبال ایران بود. وال استریت جورنال در گفتگو با منابع مختلف از اختلاف‌ها در تیم مذاکره کننده آمریکایی خبر داده. اختلافات در تیم آمریکا از تابستان و بر سر موارد مختلفی ظاهر شد که در بالاترین سطح دولت بایدن در مورد آنها بحث و گاهی تصمیم گیری می شد. این روزنامه همینطور منشأ اختلافها را موضع تیم جدید مذاکره کننده ایرانی می داند. از اوایل دسامبر که هیئت جدید مذاکره کننده ایران به وین آمد و با امتیازهایی مخالفت کرد که دولت قبلی در بهار 2021 با آنها موافقت کرده بود، کسانی در تیم آمریکا خواهان خروج از مذاکرات شدند. وال استریت جورنال میگوید علاوه بر آقای نفیو 2 نفر دیگر هم از تیم مذاکره کننده آمریکایی کنار کشیدند. شرایطی دشوار برای دولت جو بایدن که احیای برجام را به عنوان یکی از هدف‌های سیاست خارجیش می‌بیند. همزمان امروز لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده که مذاکرات هسته‌ای با ایران در حال نزدیک شدن به بن‌بست خطرناکی است. مذاکرات هسته‌ای در وین به کندی پیش می‌رود. اینکه تغییرات در تیم مذاکره کننده آمریکایی و انعطاف بیشتر ایران چه تأثیری بر روند گفتگوها می‌گذارد، موضوعی است که شاید در هفته‌های پیش رو بیشتر مشخص شود.
فیروزه اکبریان، بی بی سی. مهدی نوربخش، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا با ما هستن. آقای نوربخش، چطور میشه تعبیر کرد اتفاقاتی رو که داره پیرامون مذاکرات هسته‌ای میفته؟ از یک طرف ریشارد نفیو استعفا داده که گفته میشه که مواضع سختری میخواسته اتخاذ بشه در قبال ایران، از طرفی ایران صحبت از احتمال مذاکرات مستقیم زده. ببینید، مذاکرات خوب پیش نمیره. البته من بر این اعتقاد هستم، بر این باورت هستم که نهایتاً به توافقی دست پیدا میکنن، اما مذاکرات خوب پیش نمیره. ایران بسیار کند عمل میکنه، کشورهای اروپایی راضی نیستن، آمریکا راضی نیست. در سفر آقای رئیسی به مسکو هم دیدید که دولت پوتین پیشنهاد کرده بود که یه دونه توافق موقت داشته باشن که برای دولت ایران قابل قبول نیست، برای کشورهای اروپایی قابل قبول نیست. من فکر بکنم که مجموعه همه این چیزها و این که امکان دارد که پلان دومی یا طرح دومی در دست آمریکا باشه و روی میز بره، ایران رو مجبور کرده که اعلام بکنه که مستقیم هم با آمریکا وارد مذاکره خواهد شد. اینکه در واقع الان لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا گفته که مذاکرات به بنبست خطرناکی رسیده، اما به نظر میرسه که زیاد در راستای حرفی نیست که از طرف آمریکا دیده میشه یا از طرف ایران دیده میشه که به هر حال داره پیشرفتایی حاصل میشه و حتی ممکنه که مذاکرات مستقیم انجام بشه. منم کاملا با شما موافقم، با صحبتهایی که کشورهای اروپایی میکنن، بقیه کشورهای اروپایی میکنن، با صحبتهایی که آمریکا میکنه، صحبت وزیر امور خارجه دولت انگلیس خانایی نداره. اگر چه مذاکرات به کندی پیش میره، اما دولت آمریکا بر این باور هست که با دیپلماسی میتونه این مشکل رو حل بکنه. یکی از دلایلی هم که این هفته یا در طول این چند ماه گذشته آقای ریچارد نفیو آرام آرام کنار گذاشته شد، به خاطری که آقای مولی موافق نبود با این معاون خودش و از دولت بایدن درخواست کرده بود که این در تیم مذاکره کننده نباشه، به خاطری که هم روش مولی فرق میکنه و هم روش خود بلینکن. این روش چیه؟ یعنی این که میخوان کوتاه بیان در قبال ایران، چون گفته میشه که آقای نفیو میخواسته که مواضع سختگیرانه تری اتخاذ بشه. نه، اصلا صحبت از کوتاه اومدن نیست، صحبت از برجام سال 2015 است. این صحبتی که آقای عبداللهیان میکنه، توافق خوب و تضمین بالا، این اصلا در این توافق الان هیچ به نظر من جایی ندارد. اینها لغاتی هست که لغات اشتباه به کار برده میشه. دولت آمریکا به دنبال برگشت برجام سال 2015 است، نه زیادتر نه کمتر، و دولت ایران هم نهایتا نظام ایران هم خودش رو باید برای اون توافق آماده بکنه. در این راستا باید فکری بکنن برای اورانیوم غنی سازی شده بیشتر، در این راستا باید فکر بکنن برای سانترفیوژ ها. اینا مسائلی هست که الان وجود دارد. البته یه مقداری تحریم هایی که دولت ترامپ گذاشته، دولت بایدن بخشی از این تحریم ها رو حاضره که با برچسب جدید برداره، اما تحریم های کلی میمونه و برجام همون برجام سال 2015 است. این لغاتی که آقای عبداللهیان استفاده میکنه، توافق خوب و تضمین بالا، این اصلا جایی در این مذاکرات نداره. از طرفی این الان اتفاقاتی که داره در تیم آمریکا میفته و مخصوصا کنار کشیدن آقای نفیو و دو نفر دیگه که میکنن در تیم آمریکا بودن، چقدر ممکنه که دست مخالفان توافق با ایران رو در آمریکا قوی کنه؟ جمهوری خواهانی که حاضر نبودن که اصلا این توافق حاصل بشه. ببینید، جمهوری‌خواه از ابتدا هم با هیچ توافقی با ایران موافق نبودن، یعنی خیلی روشنه. مواضعشون مواضعی هست که از ابتدا هم داشتن، زمان ترامپ هم بوده، اما بخش در حقیقت عظیمی از دموکرات‌ها، یعنی دموکرات‌ها و کلن میشه گفت کشورهای اروپایی، کشورهایی که درون منطقه خاورمیانه هستن، حتی خود اسرائیل، اینها الان صحبت از برجام سال 2015 میکنن و دولت بایدن هم به دنبال برگرداندن برجام سال 2015 است. چیزی بر اون اضافه نمیشه به اون تعبیر. حالا مذاکرات بعدی یه بحث دیگه است، سر مسائل دیگه،
اما برجام سال 2015 است. خیلی ممنونم ازتون مهدی نوربخش، استاد سیاست بین‌الملل. چند خبر کوتاه. وزارت بهداشت ایران میگوید واکسیناسیون کرونای کودکان 9 تا 12 سال از امروز شروع شده. این در حالی است که گفته میشود سویه اومیکرون به سرعت در حال شیوع است و فقط 17% از جمعیت هدف دوز سوم واکسن را دریافت کردند. مسئولان مردم را به رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام واکسیناسیون تشویق میکنند. در جریان رسیدگی به پرونده شرکت خودروسازی کروز در ایران، پرونده جدیدی علیه حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری پیشین باز شده. او متهم شده که از مدیران این شرکت میلیاردها تومان رشوه گرفته. به گفته ذبیح‌الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه ایران، محاکمه احتمالی آقای فریدون جدا از دادگاه متهمان شرکت کروز خواهد بود. به گفته نماینده دادستان، آقای فریدون برای دریافت رشوه از حساب‌های بانکی شخص دیگری به نام مسعود احمدی زاده استفاده می‌کرده که او هم به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده. خبرگزاری رویترز میگوید دادگاهی در ایران بنجامین بریر شهروند فرانسه را به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرده. آقای بریر 36 ساله است و از حدود 20 ماه پیش در ایران زندانی بوده. او پس از استفاده از یک پهباد فیلمبرداری در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان را انجام داده و به همین دلیل دستگیر شد. در سالهای اخیر سپاه پاسداران ایران ده‌ها شهروند دوتابیتی و خارجی را اغلب به اتهامات جاسوسی و امنیتی بازداشت کرده. سخنان زیر لب جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره یک خبرنگار تلویزیونی بحث برانگیز شده. پیتر دوسی، خبرنگار فاکس نیوز، در پایان یک نشست خبری و در حالی که خبرنگاران در حال خروج از اتاق بودند، از آقای بایدن درباره تاثیر احتمالی تورم بالا بر وضعیت دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره کنگره پرسیده. آقای بایدن که به نظر می‌رسد متوجه نیست که میکروفونش هنوز باز است، زیر لب به طعنه می‌گوید نه پس تورم بالا خیلی به نفع ماست و بعد او را احمق و عوضی می‌خواند. رئیس جمهوری آمریکا با دبیرکل ناتو و سران کشورهای اروپایی بر سر تنش میان روسیه و اوکراین گفتگو کرده. جو بایدن گفته که بر سر چگونگی پاسخ به حمله احتمالی روسیه میان همپیمانانش اتفاق نظر وجود دارد. همزمان پنتاگون هم از آماده باش 8500 نیروی نظامی خبر داده. علی خردپیر گزارش می‌دهد. آمریکا از اتفاق رأی با همپیمانان اروپاییش درباره پاسخ به تهدید روسیه خبر داده. نگرانی ها از اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین بالا گرفته. جو بایدن در گفتگویی از راه دور با سران اروپا خواستار حفظ اتحاد در برابر روسیه شده. تحریم های بی سابقه احتمالاً پاسخ مشترک غرب خواهد بود. در همین حال پنتاگون اعلام کرده 8500 سرباز آمریکایی در قالب همکاری با ناتو به حال آماده باش درآمدند. فکر می‌کنم واقعا مهمه، به خاطر بسپاریم که هیچ دستور اعزامی صادر نشده، مأموریتی هم داده نشده. این فقط آماده باش نیروها برای اعزام در صورت نیازه. آمریکا تاکید کرده که همچنان راه حل دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها باقی است. این یگان‌ها کاری که می‌کنن آماده شدن برای اعزام در زمانی کوتاه‌تر نسبت به قبله. ما الان اونا را اعزام نمی‌کنیم. ما نمی‌گیم که دیپلماسی مرده. در آن سو روسیه به موضع آمریکا واکنش نشان داده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که بسیار نگران و نظاره‌گر تحرکات آمریکاست. ارتش روسیه حدود 100 هزار نظامی را به مرز اوکراین اعزام کرده، اقدامی حساسیت برانگیز. با این حال روسیه میگوید قصد جنگ ندارد. تنش میان روسیه و اروپا تبعاتی فراتر از به خطر افتادن مرزهای اوکراین دارد. به روشنی تاکید میکنم که خطری متوجه ما نیست. میدونم که نگرانی های زیادی در این رابطه است. واضحه که خطر آشکاری علیه ما وجود نداره. دامنه گفتگوها گسترده بوده. فقط بحث امنیت نظامی نیست، بلکه امنیت انرژی هم مطرحه. مثلا تامین گاز و افزایش قیمتش در اروپا مربوط به وضعیتیه که میبینیم. روسیه 7 سال پیش شبه جزیره کریمه را تصرف کرد و جدایی طلبان شرق اوکراین همزمان با پشتیبانی کرملین مسلح شدند. این تجربه حالا ناتو و رهبران قاره سبز را محتاط‌تر کرده. تا اینجا دانمارک، اسپانیا و هلند در کنار آمریکا آمادگی نظامی خود را برای خطر احتمالی اعلام کردند.
دبیر کل ناتو هم تأکید کرده که تمامی تدابیر برای حفاظت از اعضای این سازمان در نظر گرفته می شود. واکنش ها بسته به فرمانی است که از اینجا صادر می شود. کرملین و سیاست خارجیش دیر وقتی است که غرب را نگران کرده. علی خردپیر، بی بی سی. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که ریچارد نفیو به دلیل اختلاف دیدگاه از تیم مذاکرات برجام این کشور کنار رفته. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن و دولت‌های غربی برای پاسخ به تهدید روسیه متحد هستند. در ادامه برنامه، عقب نشینی تنیس استرالیا در ماجرای ناپدید شدن تنیس باز چینی. امروز سومین و آخرین روز نشست اسلو درباره افغانستان است. بیشتر بحث‌ها تا حالا بر وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل دولت فراگیر متمرکز بوده. امروز هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه با نمایندگان جامعه جهانی دیدارهای دو جانبه دارند. این دیدارها که مهم خوانده شده پشت درهای بسته صورت می‌گیرد. خبرنگار ما داوود قاری‌زاده با جزئیات بیشتر از اسلو. امروز عمدتاً هیئت طالبان با نماینده‌های کشورهای خارجی در اینجا دیدارهای دو جانبه خواهند داشت و این دیدارهای بسیار مهم محسوب میشه به دلیل از اینکه هر دو طرف خواسته هایشون را به یکدیگر به شکل روک و راست مطرح میکنند. من با یکی از اعضای هیئت طالبان وقت صحبت میکردم، او گفت که این دیدارهاست که در واقع هم جامعه جهانی می تقاضاهایش و خواسته هایش چیزی که از طالبان دارن به اینا مطرح میکنن بدون حضور همه در واقع، و همینطور طرف طالبان هم قرار است چیزایی که دنبالش هستن مثل به رسمیت شناخته شدنشان که مشروعیت بین المللی در واقع که از مدت به این طرف شدیداً دنبالش هستن، و همینطور مسئله آزاد کردن میلیاردها دلار دارایی افغانستان که عمدتا در آمریکا مسدود مانده. ولی در این حال دیدارهای دو جانبه اعضای جامعه مدنی افغانستان هم با نمایندگان کشورهای خارجی صورت گرفته در طول دو روز گذشته که از جمله با مقامهای دولت ناروی در رابطه با اینکه چطور بتانن اینا در بخش رسیدن به حق حقوقشان به خصوص حق حقوق زنان با یکدیگر صحبت کنن. در یکی از این نشست ها هدا خموش که نماینده زنان معترض کابل در این نشست شرکت کردن با ما هست. خانم خموش، شما در نشست با معاون وزیر خارجه ناروی بودید، چی مسئله را مطرح کردید؟ چی میگفتن؟ موضعشان چی بود؟ تنها نقطه ای که ما به نمایندگی از زنان افغانستان اینجا مطرح کردم این بود که توجه جدی برای حقوق زنها در افغانستان باید ایجاد شود، و اینکه پول افغانستان که بلوک شده از طرف کشور آمریکا در اینجا باید از سکتورهای خصوصی وارد افغانستان شود تا این پولها به جاهای دیگه ای که نامطلوب است نرسه و بتانه آنچه که مردم افغانستان میخواین و نیاز مردم افغانستان است در اینجا مطرح شده بود. بسیار خوب، شما در نشست هایی که قبلا با طالبان داشتین، نشست های رو در رو در دو روز گذشته، اولین بار بود که با طالبان شما میشه، شما کسی هستین که در خیابان های کابل همیشه علیه طالبان اعتراض کردین در ماه های گذشته، چطور بودی؟ ارزیابیتان در مجموع از این نشست سه روزه در اینجا چطور بود؟ عذابی اول خب منتظر هستم که آن چیزی که می‌خواستیم طالبان به او پاسخ بدن. اگر که این پاسخ آزادی دختران آزادی زنان معترض در کابل است، اگر این اتفاق بیفته، من نتیجه مثبتی از این نشست گرفتیم و پیش بینی میکنم که بتونه این نشست ها برای آینده افغانستان خوب باشه، چون ما دیگه از جنگ خسته شدیم، از اینکه این همه نابسامانی برای مردم افغانستان اتفاق افتاده خسته شدیم، و این نشست ها شاید بتونه راه حلی برای بهبودی افغانستان پیدا بکنه. شما حس خود شما چی بود؟ حس شخصی شما وقت با وزیر خارجی طالبان دیدار داشتین، صحبت کردین و خیلی صحبت هایتون هم رک و راست بود، انتقادی بود. اونا هم میگن طالبان هم بسیار به نرمی و آرامش در واقع صحبت‌های شما رو گوش کردن و پاسخ دادن. آیا نظر شما در مورد طالبان تا
تغییر کرد بعد از این نشست؟ نه خیر، طالبان همون طالبان هستن و هیچ تغییری در گفتارشان و در کردارشان و در عملشان ایجاد نشده. اینجا شاید در مقابل ما و آرامش جواب بدن و حرفای ما را بلی بگوین، اما تنین صداهای ما هنوز در کابل، در پسکوچه های کابل و در صدای شکنجه دخترانی که در زیر بار اینا، زیر بار شکنجه اینا به سر می برای هست. پاسخ ما اونجا هست، نه در نشستی که در اسلو گرفته شده. ما میخوایم که دختران به این باور برسن که تا وقتی حقشان نگرفتن سکوت نکنن و ما خواهم برگشت و در پهلوی اونها صدای خود دوباره بلند خواهم کرد. هدا خموش، نماینده ی زنان معترض کابل، تشکر از شما، از وقت شما. نشست 30 روزه امروز تمام میشه. هیئت طالبان هم بعد از دیدارهای که با مقامهای آمریکایی خواهند داشت امروز در طول روز اسلو رو ترک میکنند و برمیگردند به کابل. هنوز معلوم نیست که این نشست چی نتیجه خواهد داشت در آینده، ولی هر دو طرف و بعض افغانهایی که در اینجا شرکت کردند امیدوار هستند که ایبتونه در واقع سر آغاز گفتگوهای بیشتر بین افغان ها هم باشه و همینطور و که طالبان هم در رفتارشان تغییر بیارن و در بعض از خواسته های جامعه جهانی پاسخ بدن تا کشور از بحران بیرون بیاد. داوود قاری‌زاده گزارش میداد. افشای خبری درباره یک دورهمی دیگر در دفتر نخست وزیر بریتانیا در اوج محدودیت های کرونا، بوریس جانسون را با موج تازه ای از خشم روبرو کرده. دولت تایید کرده که کارکنان دفتر نخست وزیر اواخر بهار پارسال دور هم جمع شدند تا تولد بوریس جانسون را جشن بگیرند و کیک بخورند. بر اساس قوانین در آن زمان تجمع بیش از دو نفر در مکانهای بسته ممنوع بود. خبرنگار سیاسی بی بی سی کریس میسون گزارش می‌دهد. نخست وزیر بارها گفته در سیاست هم طرفدار داشتن کیک است و هم طرفدار خوردنش. حالا معلوم شده دو سال پیش در تولد 56 سالگیش در ماه ژوئن دو کیک داشته. اولی هدیه مدرسه در هارفوردشایر بود که صبحش از اون بازدید کرده بود. و دیگری وقتی به اتاق کابینه در خیابان داونینگ رفت، دقیقا همون جایی که محدودیت های مرتبط با کرونا وضع شدن. همسرش کری حدود ساعت 2 بعد از ظهر یک کیک دیگر آورد. دور همیی که دست کم 30 نفر در آن شرکت داشتند حدود نیم ساعت طول کشید. ساندویچ و خوراکی های دیگری هم بود، اما خبری از رعایت فاصله اجتماعی نبود. اما حامیانش میگویند فکر می کنم یک سری از این اتهامات از کنترل خارج شده. در واقع اتفاقی که اینجا افتاده این بود که گروه کوچکی از کارکنان دولت که از نزدیک با نخست وزیر کار میکردند آخر روز برای تولدش کیک گرفتن و 10 دقیقه دور هم جمع شدن و یه تکه کیک خوردن. فکر نمی کنم این واقعا مهمونی یا مثل اتهامات جدی که دارن پیگیری میشن به حساب بیاد. این یکی دیگر از گردهمایی‌هایی بوده که باید به فهرست مراسم دولت که تا به حال از اونها هم خبر داشتیم اضافه کنیم، که تعدادشون هم کم نبوده. اون دسته از محافظه‌کارانی که خواهان استعفای بوریس جانسون هستند معتقدند این مورد هم دلیل دیگری برای درستی درخواستشان است. هیچ کس تا به حال شرح کار رهبر حزب رو به اندازه بوریس جانسون اشتباه نفهمیده. فکر می‌کنم این قطره‌ای باشه که کاسه رو لبریز می‌کنه. در این هفته دولت تا به حال ادعای اسلام ستیزی از جانب نصرت غنی، یک معاون وزیر سابق بریتانیا، را به شدت تکذیب کرده. یک وزیر از اعضای مجلس اعیان استعفا کرده و بعد هم یک افشاگری دیگر درباره اینکه اوایل همگیری در این ساختمان چه گذشته و تازه وسط هفته است. کریس میسون، بی بی سی نیوز. چند خبر کوتاه. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ایران میگوید 10-20% از سهام باشگاه‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس از ماه آینده در بازار بورس عرضه خواهد شد. موضوع خصوصی سازی این باشگاه‌ها و یا واگذاری سهام آنها از مدت‌ها قبل مورد بحث بوده، اما هنوز اجرا نشده. مشکات و زهرا صفی، تنیس باز 17 ساله ایرانی، از مسابقات اوپن استرالیا حذف شد. او در دو ست پیاپی مقابل سوفیا کاستولاس از بلژیک شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.
دو روز پیش او در اولین مسابقهش در بخش جوانان مقابل نایار از استرالیا پیروز شده بود. خانم صفی اولین زنی است که از ایران به جمع 100 تنیس باز برتر جوان جهان را یافته و در بخش جوانان یک گرند اسلم رقابت کرده. تنیس اوپن استرالیا باز هم خارج از زمین بازی خبرساز شده. مسئولان برگزار کننده دو روز پیش از ورود بعضی تماشاچیان جلوگیری کرده بودند. روی پیراهن این تماشاچیان در مورد پنگ شوای تنیس باز ناپدید شده چینی سوال شده بود. اما حالا بعد از اعتراض‌های بین‌المللی مجبور شدند تصمیم خود را عوض کنند. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما گزارش می‌دهد. این هواداران تنیس می‌گویند زیر بار زور و سانسور نمی‌روند. آنها که همین چند روز پیش مجبور شدند تیشرت هایی را از تن درآورند که روی آنها نوشته شده بود پنگ شوای کجاست، حالا آزادانه می توانند در تنیس اوپن استرالیا حضور پیدا کنند. پنگ شوای تنیس باز چینی بعد از اینکه دو ماه پیش روی شبکه اجتماعی چینی ویبو معاون نخست وزیر سابق چین را متهم کرد که او را آزار جنسی داده، برای مدتی است ناپدید شده. در این مدت البته از پنگ شوای چند ویدیو روی وبسایت‌های چینی منتشر شده، ولی کسی هنوز نمی‌داند این فیلم‌ها در چه شرایطی گرفته شدند و اینکه او الان در چه شرایطی و کجا زندگی می‌کند. حالا این فعالان حقوق بشر قصد دارند هزاران نفر را ترغیب کنند تا روز شنبه در فینال انفرادی زنان در اوپن استرالیا این تیشرت ها را بپوشند. آبروی فدراسیون تنیس استرالیا جلوی همه دنیا رفت و برای همین عقب کشیدن. جالبه که ما تونستیم اونا رو با دو تا تیشرت و یه وبسایت کمک‌های مردمی عقب بزنیم. تا موقعی که پنگ شوای رو بیرون از چین یا آزادانه نبینیم ول نمی‌کنیم. خیلی ها میگن به خاطر اسپانسرهای مالی چینیه که تنیس استرالیا اخبار مربوط به پنگ شوای رو سانسور کرده. اما دولت چین که 10 روز دیگر برگزار کننده المپیک زمستانی در پکن است میگوید سیاست رو نباید با ورزش قاطی کرد. این صحبت های سخنگوی وزارت خارجه چین. چین همیشه مخالف سیاسی کردن ورزش بوده. این کارها طرفدار نداره و موفق نخواهد شد. تصمیم هفته گذشته برگزار کننده های تنیس اوپن استرالیا برای راه ندادن تیشرت های حمایت از پنگ شوای بعد از اخراج نوواک جوکوویچ، تنیس باز شماره یک جهان، به دلیل واکسن نزدن، حالا دومین داستان جنجالی این دوره مسابقه هاست. مسئله ای که به اعتبار این مسابقه ها و تنیس کمکی نکرده و سوالی که همچنان پابرجاست، پنگ شوای کجاست؟ بوریا ژافره، بی بی سی. ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.